سلام با شما با خبر داستول و با تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. تأکید اسلام آباد بر تعامل با امارات اسلامی. وزیر خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد بر بنیاد سیاست خارجی و منافع کشورهای منطقه با حکومت سرپرست افغانستان تعامل میکند. تا آنجا که این حکومت سرپرست در افغانستان باشد، ما بر بنیاد سیاست خارجی خود که در برابر همسایه ها داریم، بر بنیاد منافع کشورهای منطقه با حکومت سرپرست افغانستان تعامل میکنیم. خواست‌ها بر تحکیم روابط کابل با ابوظبی. سرپرست وزارت دفاع امارات اسلامی در دیدار با رئیس دولت امارات متحده عربی بر تحکیم روابط کابل ابوظبی، همکاری دو جانبه و برطرف شدن چالش‌های مهاجران گفتگو کرده است. فکر میکنیم به خاطر این میکوشد که روابط امارات اسلامی را با این کشورها تحکیم ببخشد و چیزی را که از دستاوردها و مساعدات و حمایت به خاطر امارات اسلامی میتونند به دست بیارن، از این کشورها او را به دست بیارن. برگزاری نمایشگاه مجازی برای بازمانده های تاریخی هرات. بنیاد فرهنگی آقاخان و گوگل آرت یک نمایشگاه مجازی دائمی را از چند بازمانده تاریخی هرات برگزار کرده است. بنای تاریخی در سطح محلی، در سطح ملی و در سطح بین المللی معرفی بکنه. به خاطر ادی که هم اونا حفاظت میشه، هم شناخت پیدا میشه برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی. و فراخوان معترضان ضد دولتی در ایران. ایرنا گزارش داده است که معترضان ضد دولتی ایران فراخوان را پایمایی دادند. من حامد بهرام میزبان شما هستم. وزیر خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از تهدیدهای گروه‌های هرس افغان با حکومت سرپرست افغانستان کار خواهد کرد. این مقام ارشد پاکستانی در گفتگو با شبکه الجزیره گفته است که کشورش بر بنیاد سیاست خارجیش و منافع کشورهای منطقه با حکومت سرپرست افغانستان تعامل میکند. از سوی هم امارات اسلامی میگوید که تحریک طالبان پاکستان موضوع داخلی پاکستان است و هیچ تهدیدی برای کشورهای دیگر از خاک افغانستان وجود ندارد. وزیر خارجه پاکستان در این گفتگو با شبکه الجزیره می گوید که اسلام آباد بر بنیاد سیاست خارجی خود و منافع کشورهای منطقه با حکومت سرپرست تعامل دارد. تا آنجا که این حکومت سرپرست در افغانستان باشد، ما بر بنیاد سیاست خارجی خود که در برابر همسایه ها داریم، بر بنیاد منافع کشورهای منطقه با حکومت سرپرست افغانستان تعامل می کنیم. این مقام ارشد پاکستانی می افزاید که حمله های تحریک طالبان پاکستان ادامه دارند و درباره مبارزه با تهدید گروه های هراس افغان با مقام های حکومت سرپرست گفتگو خواهد کرد. متاسفانه حملات تروریستی همچنان ادامه دارد و ما انتظار داریم که با همسایگان خود در افغانستان و مقامات سرپرست در آنجا کار کنیم تا با چالش های سازمان تروریستی رسیدگی کنیم. از سوی دیگر امارت اسلامی میگوید که تحریک طالبان پاکستان موضوع داخلی پاکستان است و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان برای کشورهای دیگر وجود ندارد. اسلامی امارت له ټولو هیوادونو سره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره پر شو او حسنه روابطو باور لري. ولې کومه موضوع چې تاسو یادونه کړې هغه د پاکستان هیواد خپله داخلي موضوع ده. اسلامي امارت لکه څنګه چې د خپل هیواد لپاره امنیت مهم بولي، دغه راز د ګاونډیو هیوادونو امنیت هم د ټولو په ګټه دی. پیش از این چندین دور گفتگو میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد در افغانستان انجام شد که بر آینده آن آتش بس میان دو طرف بوده است. اکنون که تحریک طالبان پاکستانی حمله های خود را بر نیروهای پاکستانی از سر گرفتند، اسلام آباد خواهان کمک از امارت اسلامی شده است. سرپرست وزارت دفاع امارات اسلامی در دیدار با رئیس دولت امارات متحده عربی بر تحکیم روابط کابل ابوظبی، همکاری دو جانبه و برطرف شدن چالش‌های مهاجران گفتگو کرده است. مسئولان وزارت دفاع میگویند که در این دیدار بر موضوعات مهم دیگر نیز گفتگو شده است. همزمان با این شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از امارات اسلامی میخواهند تا بر چالش‌های آنان و ویژه در بخش پاسپورت و ویزا رسیدگی کند. مولا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و هیئت همراهش با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در کاخ شاهی در ابوظبی دیدار کرده است. به گفته مسئولان وزارت دفاع در این دیدار درباره مسائل گوناگون به ویژه حل مشکلات بازرگانان افغان گفتگو شده است.
در این دیدار پس خید مقدمگوی سرفرست وزارت دفاع ملی از سوی شیخ محمد ابن زاید روی تحکیم روابط همکاری های دو جانبه بین کشور امارات و افغانستان و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو صورت گرفت. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی دیدار و گفتگوی هیئت امارت اسلامی را با مقام های امارات متحده عربی در بهبود روابط دو کشور سودمند می دانند. فکر میکنیم به خاطر این میکوشد که روابط امارات اسلامی را با این کشورها تحکیم ببخشد و چیزی را که از دستاوردها و مساعدات و حمایت به خاطر امارات اسلامی میتونند به دست بیارن از این کشورها او را به دست بیارن. شماره از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از مقامهای امارات اسلامی میخواهند تا در برطرف شدن چالش‌های آنان در بخش صدور پاسپورت، ویزه، رهایی زندانیان و از سرگیری پرواز شرکت‌های هوانوردی اماراتی به افغانستان تلاش کنند. با دغه لیدنه که افغان سوداګر او قومي مشران خپل ستونزې چې کومې په امارات کې په افغانستان کې درلودې وزیر دفاع سره شریک کړي، چې د هغو د ستونزو څخه اولین مشکل چې دی موږ د پاسپورټونو د نشتون سره مخامخ یو، چې په اماراتو کې په سفارت او قونسلګرۍ کې پاسپورټونو کتابچې نشته او ټولو دا غوښتنه وکړه چې موږ ته باید پاسپورټونه راولېږلی شي. نور تاجرانو ورته ډاډ ورکړو چې موږ به په افغانستان کې پانګه کوو او افغانستان د موږ شریک کور ده او په ګډه به آبادو. موږ ته افغانستان خارجیان نشي آبادولی، همدغه افغانان او همدغه تاجران به ځي او انشاءالله هلته به پانګه کوي او په افغانستان کې به سرمایه گذاری کوي. از دو روز به این سو هیئت امارت اسلامی به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد در سفر به امارت متحده عربی به سر میبرند و در این دو روز با شماری از مهاجران، بازرگانان و مقامهای ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرده است. شماری از زنانی که به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر متهم هستند در زندان به سر میبرند. آمریت نظارت ولایت کابل میگوید که از آغاز سال تا اکنون بیش از 10 زن به این اتهام ها بازداشت شدند. معینت مبارزه با مواد مخدر میگوید که پرونده های بیش از 3000 متهم به قاچاق مواد مخدر که در میان آنان زنان نیز هستند به دادگاه سپرده شدند. نظارت خانه ولایت کابل، جایی که شماری از زنان به اتهام های گوناگون در بازداشت به سر میبرند. این زن جوان را پلیس به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. در خانه منی تو پلیس آمدن، 8 بجه صبح کی بود، در بایک یک بیک تابلیت که و چیزا بود، ما را گرفتار کردن. این زن 55 ساله، مادر 7 فرزند است. میگوید که پلیس وی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. دمن فکر که 15 لاس کوتای زیکاپ و طالبان نقلی نیول زیکاپ بیا زبوت لما مخدر تا مخدر که سوال و جواب وکاو دتی سوال و جواب نه دل ترا وستل. آمریت نظارت خانه ولایت کابل میگوید که از بخش های گوناگون کابل بیش از 10 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند و شماری از آنان پس از بررسی به زندان پلچرخی انتقال خواهند یافت. شدی قاچاق و پجرم بنده و یاد قاچاق پتور بنده مونږ ته راوړل شوي وي د مختلفو ولسوالیو نه او د مختلفو حوزو نه کې چې موقتي میباشن بعد از یک مدت که جرمشان ثابت میشه یا را به پلچرخی انتقال میدیم بازوجه برشان همه چیز مهیا است. در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید که آنان تا کنون بیش از 3600 تن را به اتهام کاروبار مواد مخدر بازداشت کرده و پرونده هایشان را به دادگاه سپرده اند. 3015 عملیات موږ کړی دي او په دې کې موږ نیولی دي 3141 کسان 3141 مزنونین موږ نیولی دي دا محکمې ته سپارلی دي نو دا زموږ برخورد هم دا رقم دی. این در حال است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در صفحه رسمیش نوشته است که تاکنون افغانستان منبع تولید 85% تریاک جهان است. اما معینیت مبارزه با مواد مخدر همواره ادعاهای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را رد کرده است. بنیاد فرهنگی آقاخان و گوگل آرتس یک نمایشگاه مجازی دائمی را از چند بازمانده تاریخی هرات برگزار کرده است. این نمایشگاه که هرات نگین و خراسان نام دارد و منظور معرفی بازمانده های مطرح و کهن هرات برگزار شده است. این اقدام بنیاد آقاخان با استقبال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات روبرو شده است. هرات نگین خراسان در این نمایشگاه مجازی که از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان و گوگل آرتس راه اندازی شده چند بازمانده تاریخی هرات برجسته و معرفی شدند.
قلعه اختیاردین یا ارگ هرات و مسجد جامع بزرگ این ولایت بیشتر از دیگر بازمانده های تاریخی در این نمایشگاه دیده می شوند. بنیاد فرهنگی آقاخان گفته است که این نمایشگاه همچنان بر معماری و هنرهای تزئینی شهر هرات متمرکز است. هدف این نمایشگاه برجسته کردن میراث غنی فرهنگی افغانستان و افزایش آگاهی در داخل و خارج از کشور در مورد نیازمندی به ادامه حفاظت از این میراث برای نسل‌های آینده افغانستان می باشد. در این نمایشگاه مجازی از شهر هرات همچون شهر 2000 ساله یاد شده است. این نمایشگاه مجازی با استقبال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات روبرو شده است. بنای تاریخی در سطح محلی، در سطح ملی و در سطح بین المللی معرفی بکنه. به خاطر از اینکه هم اونا حفاظت میشه، هم شناخت پیدا میشه برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی. به باور برخی از فرهنگیان، این نمایشگاه مجازی زمینه معرفی و ثبت برخی از بازمانده های تاریخی هرات را در فهرست میراث های جهانی در سازمان یونسکو فراهم می سازد. ما فکر میکنم یک اقدام بسیار نیک و ملموسی هست که این میتونه زمینه ثبت بخشای از هرات، آبادای تاریخی هرات در سازمان علمی فرهنگی یونسکو تسجیل کنه. هرات از ولایت های تاریخی و کهن کشور است که نزدیک به 800 بازمانده تاریخی دارد. تا کنون چیز بیشتر از 200 بازمانده شامل فهرست ملی شده و بازمانده های دیگر همچنان بی سرنوشت مانده. برخی از بازمانده های تاریخی هرات همانند مسجد جامع بزرگ شهرت جهانی دارند، اما تا هنوز شامل فهرست میراث های جهانی در سازمان یونسکو نشدند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات. شماره از باشندگان کابل میگویند که بخشی از دیوار تاریخی زنبورکشا و زنبیلکشا بر فراز کوی شیر دروازه در پایتخت ویران شدند و با فرار رسیدن فصل زمستان احتمال تخریب کامل این دیوار وجود دارد. شماره از باستانشناسان از نهادهای فرهنگی میخواهند تا در نگهداری و بازسازی بخشی ویران شده این دیوار همکاری کنند. دیوار تاریخی که با گذشت هر روز قد خم میکند و با ویرانی آن یادبود تاریخ بیش از 1000 ساله نیز خاموش خواهد شد. باشندگان این بخش از پایتخت میگویند که دیوار زنبورک شاه بر فراز کوه شیر دروازه در حال ویران شدن است و با رسیدن فصل زمستان این دیوار تاریخی به کلی از بین خواهد رفت. با خاطر اینکه یک دیوار تاریخی و سابقه از آثار تاریخی افغانستان است، از دولت از میخواهیم که این دیوار را دوباره ترمیم اعمار کنند. این دیوار بیش از 100 سال پیش جور شده. دور نواز خانه مردم است، این خانه زمستان آمده شکست ریز میکنه، مردم بیرون میکنه. از دید خود ما همیشه توجه داریم برش. دیگه ما میخواهیم که ترمیم شوه، حفاظت شه، آثار تاریخی است، از بسیار سابقه است. شماری از باستانشناسان کشور دیوار زنبورکشاه را یادگار مهم تاریخی شاهان کابل می دانند و از نهادهای همکار فرهنگی می خواهند تا در حفظ آن همکاری کنند. ما خواهان عزیزم به عنوان یک باستانشناس که توجه جدی وزارت اطلاعات فرهنگ به این دیوار بکنند تا بتانیم که فرهنگ دیرینی خود ما نگاه بکنیم و برای بازمانده های خود نشان بدیم که ما یک فرهنگ بسیار با قدامت دیرینه در این سرزمین داشتیم. با تلاش های زیاد نتوانستیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم. دیوار زنبورکشاه پیشینه تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. این دیوار در وسط شهر میان بناهای معاصر و کلاسیک یک نمای دیدنی را ایجاد کرده است. وزارت صحت عامه میگوید که برای رضاکاران بخش صحی امتیازات داده خواهد شد. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه میافزاید که در این زمینه با نهادهای همکار گفتگو شده است. آمارهای این وزارت نشان میدهند که در حال حاضر 30,000 رضاکار صحی در افغانستان سرگرم عرضه خدمات صحی هستند که 50% آن را به عنوان تشکیل میدهد. ادامه خبرها پس از وقفه. با ادامه خبر ده خوش آمدید. شماری از معلولان در میدان وردگ میگویند که توجه به آنها نشده است و حقوقشان پرداخت نمی شود.
عبدالمتین 42 ساله که عضو انجمن گنگ هاست اینجا در مراسم به مناسبت روز جهانی معلولان در میدان شهر اشتراک کرده است. او با زبان اشاری از برخورد مردم با معلولان شکایت میکند و میگوید که آنان از هر گونه خدمات محروم هستند. مشکلات معلولان بسیار زیاد است. من در خانواده خود با مشکل روبرو هستم، چون اعضای خانواده ام در افهام و تفهیم با مشکل روبرو هستند. نهادهای دولتی و غیر دولتی آن گونه که لازم است با ما همکاری نمی کنند. وقتنم داده چې موږ ته بیرته خپل ماشینه اول کو ماشینه د مایبون را کو د دولتي او غیر دولتي موسساتونه چې د مایبون حقوق ته په جدي توګه ځانګړي ځانګړنه وکړي. در همین حال مسئولان نهادهای دولتی و مددرسان میگویند که فعالیت های خود را نسبت به گذشته به هدف پشتیبانی از معلولان افزایش دادند. هغه که مرزادی معلول ده، هغه که د حدیثی معلول ده، هغه که جنگی معلول ده، ټولو ته لاسرسی کړای او ټولو ته هغه حقوق ټاکلي دي. کمیونټي بیس ریهابلیټیشن په نامه باندې پروګرام دی چې هغه د معلولونو کورونو ته زموږ همکاران ورځي، هغوی ته مربی تربیه کوي. بر اساس تازه ترین آمار اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد، 15% از شهروندان افغانستان معلول هستند. شماره از باشندگان ولایت پروان میگویند که به علت بلند بودن بهای شناسنامه برقی نمیتوانند شناسنامه بگیرند. در همین حال مسئولان توزیع شناسنامه ها در پروان از کاهش شمار درخواست کنندگان سخن میگویند. در دو سال پسین بهای شناسنامه برقی از 100 افغانی به 300 افغانی افزایش یافته است. باشندگان پروان میگویند که توان پرداخت بهای شناسنامه برقی را ندارند و خواستار کاهش بهای این سند هستند. یک فامیل است، ده نفر کلش تذکره الکترونیکی گرفتنی است، نمیتونه که 300 روپیه پرداخت بکنه. به خاطر گرفتنی تذکره یک مقدار گزاف پول میگیرن، باید درام به یک توجه خاص شود. در همین حال مسئولان توزیع شناسنامه برقی در پروان میگویند که میزان مراجع مردم برای گرفتن این شناسنامه کاهش یافته است. مراجعین که کم شده یا به علاقه شده مراجعه نمیکنه و تذکره به مرکز توزیع تذکره الکترونیکی، شاید از علتایش یک علت همی بلند رفتن قیمت تذکره باشه. از سوی هم مسئولان ریاست احصایه و معلومات پروان از افزایش درآمد این اداره خبر می‌دهند و می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون بیش از 7 میلیون افغانی از رهگذر توزیع شناسنامه گردآوری کردند. 7 میلیون و 144 هزار افغانی عواید جمع کردیم با مستوفیت تحویل کردیم. با گفته مسئولان بر بنیاد تصمیم کابینه حکومت سرپرست، هزینه شناسنامه کاغذی نیز از 10 افغانی به 100 افغانی افزایش یافته است. دمه خبرها پس از میان برنامه. باز هم خوش آمدید. شماری از دانش آموزان و مدیران مکتب ها در بلخ از کمبود کتاب و آموزگاران مسلکی در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه سال آموزشی به پایان میرسد، اما تا اکنون برای دانش آموزان کتاب توزیع نشده است. کمبود کتاب های آموزشی و نبود آموزگاران فنی از چالش های هستند که همساله دانش آموزان در مکتب های کشور با آن روبرو هستند. سیار، دانش آموز صنف 7 در شهر مزار شریف، در جریان سپری کردن آزمون سالانه قرار دارد. او میگوید تا کنون بسیاری از کتاب های درسی را دریافت نکرده است. امسال امیتو تیر شده که ما بدون کتاب درس خوندن هم نتونستم. امسال کتاب توزیع نشد. ما مجبور شدم یک بایسکل داشتم برو بفروشم و پولش کتاب بخرم. کتاب نداشته باشیم نود نداریم. کتاب نداریم درس خوانده نمیتونیم. کتاب نباشه زیاد مشکلات پیش میه برای ما. من خودم به عنوان مسئولی همین مکتب مشکل جدی جدی حاده که دارم که از او رنج میبرم از نداشتن استادای مسلکی و نداشتن کتاب. این دانش آموزان همچنان خواستار استخدام آموزگاران مسلکی هستند. می خواهیم که کتاب برشان از طرف دولت داده شود و بتانند که درس بخوانند. خواستم از امارت اسلامی است که دما کتاب کمک کنه، دیگه استادای مسلکی رو تعیین کنه. در همین حال ریاست معارف بلخ از تلاش ها به هدف استخدام آموزگاران مسلکی و توزیع کتاب های درسی سخن میگویند. وزارت معرفت خواست و طول سند شمال تا تقریبا ویش میلیون کتابونه د پاره د مکاتبو منظور سوی دی چاپ سوی دی ان شاء الله نوی کال ته مشت توزیع ولر. پیش از این نیز شمار زیاد از دانش آموزان در کشور از کمبود مواد درسی و آموزگاران مسلکی شکایت داشتند.
500 تن از مؤسسات نیمه عالی صحی در کندهار فارغ شدند. مسئولان ریاست مؤسسات نیمه عالی خصوصی کشور میگویند که با در نظر داشت نیازمندی تلاش دارند تا بخش‌های قابلگی و نرسنگ را از نیمه عالی به تحصیلات عالی ارتقا دهند. از سوی هم شماره از دانش آموختگان از امارات اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار فراهم شدن زمینه‌های کاری هستند. وقفه. باز هم خوش آمدید. کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا سقف تعیین شده برای خرید نفت روسیه را اجرایی کردند. این کشورها پیش از این بر سر تعیین سقف قیمت 60 دلاری برای هر بشکه نفت روسیه توافق کرده بودند. با این حال روسیه در واکنش به این اقدام میگوید که هرگز تعیین قیمت سقف نفت را نمیپذیرد، حتی اگر مجبور به کاهش تولید نفت باشد. و حال هم چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ایرنا گزارش داده است که معترضان ضد دولتی ایران فراخوان راهپیمایی دادند. این اعتراض کنندگان خواهان اعتصاب 3 روزه شده و از مردم خواستند که روز چهارشنبه به سوی میدان آزادی شهر تهران راهپیمایی کنند. این در حالی است که اعتراضات در ایران وارد 12مین هفته شده است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور پس از لغو اعتراض‌های هوادارانش مجدداً پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام برای جلوگیری از بی‌ثباتی در کشور را داده است. گفته می‌شود که وی از منحل کردن پارلمان‌های دو ایالت که توسط حزب تحریک انصاف پاکستان و شرکای ائتلافی‌اش اداره می‌شود سخن زده است. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 13 داعشی و 5 تن از عناصر گروه PKK در جریان یک عملیات در مناطق از شمال سوریه خبر داده است. مقامات این کشور میگویند که این افراد دست به اقدامات مانند تبلیغات، گسترش پایگاه مردمی داعش، جذب افراد و جمع‌آوری اطلاعات می‌زدند. نیروهای مسلح اوکراین ویدیویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد یک چرخبال روسیه از سوی نیروهای این کشور منهدم می شود. این در حال است که حملات موشکی و توپخانه روسیه بر مناطق مختلف اوکراین افزایش یافته است. بانک جهانی می گوید که بحران اقتصادی لبنان یک از بحران بزرگ و پیچیده جهان است. با گفته این بانک، لبنان از سال 2019 میلادی به این سو شاهد بحران عمیق اقتصادی و فروپاشی سیستم بانکداری است. از این هم این کشور متکی به کمک‌های بین‌المللی است و تنها برنامه جهانی غذا یک سوم از جمعیت این کشور را با کمک‌های غذایی و نقدی حمایت می‌کند. با همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر. سپاسگزارم از همراهی تان. تا دیدار دوباره. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.